برگردیم به بعد از انفجار. بعد از انفجار چه اتفاقی میفته؟ اشی جنازه است. خب سه تا جنازه اومده، دو تاش مال شهید باهنر و شهید رجایی، یکیش هم مال کشمیری. آقا داد بیداد کشمیری فلان. کی مأموریت جنازه سازی کشمیری رو بر عهده میگیره که حواسا رو پرت کنن؟ شخص بهزاد نبوی. ببینید تو گزارش شهید لاجوردی چی اومد. روز 9 شهریور گرداننده که کل قضایای تشییع جنازه شهدای انفجار نخست وزیری آقای بهزاد نبوی بود. به دستور آقای بهزاد نبوی، آقای چهبور مسئول تشییع و دفن جنازه شهید رجایی بود. میگه یکی از معاونان خودشو میذاره مسئول دفن و تشییع. آقای سنیپور به دستور آقای بهزاد نبوی در بهشت زهرا مسئول تشییع جنازه میشود و به همراه شهردار وقت آقای نیکروش که از صبح در بهشت زهرا مستقر بود کارها رو انجام میداد و مرتبا تمام مسائل رو با بهزاد نبوی تلفنی هماهنگ کرد. یه نفر دیگه از تیم امنیتی، محمد محسن سازگارا، شنیدید اسمشو؟ همون که تو شبکه ها میشینه، محسن سازگارا تحلیل های تخیلی میده علیه نظام و انقلاب و اینا، اینم با همینا بوده. محمد محسن سازگارا پس از خاموش شدن آتش به دستور آقای بهزاد نبوی برای تهیه گزارش پزشکی قانونی و سپس برای ارائه گزارش نزد آقای بهزاد نبوی در مجلس رفت برای بررسی محل انفجار و تشخیص نوع بمب. به دعوت آقای بهزاد نبوی افرادی از مراکز مختلف اعزام شدند. بلافاصله پس از تشییع جنازه شهدای انفجار نخست وزیری، تیمی برای کشف قضایا تحت سرپرستی آقای بهزاد نبوی تشکیل شد که نبض کار را به دست دوستان و همکاران سابق مسعود کشمیری سپرد. ببین تیم اومده، محمد پیرو رضویه، حبیب‌الا داداشیه، محمد محسن سازداراست، بهزاد نبویه، همه ی پرونده خوشگلو دارن پیش میبرن. همه کارم اینجا. ببین بهزاد نبوی تا قبلش بازی نمیکرده. کجا عملیاتی میشه؟ زمانی که اتفاق افتاده. حالا برای بعدش که شبکه لونره ما باید یه سری کارا بکنیم. تو کشمیری رو شهید معرفی کن تا بقیه حواسو پرت بکنیم. عملیات فریب. حالا کارا چی بوده؟ نظیر تفتیش منزل جواد قدیری در مورد منزل مسعود کشمیری نیز عمل شد و دستور دهنده اصلی هم آقای بهزاد نبوی بود و در صورت جلسه مخدوشی که تهیه شد سلاح‌ها و اسناد و مدارک تشکیلاتی مکشوفه از خانه کشمیری درج گردید. تا این انفجار صورت میده بهزاد نبوی یه تیم و دستور رو میرن تخلیه میکنن خونه مسعود کشمیری رو. هر چی سلاح و سند و این چیزا داشته برمی داره میبره. نکته جالبش چیه؟ بهزاد نبوی متهم میشه و دستگیر میشه. حبیب الله داداشی هم دستگیر میشه. اینا رو کی این کارا رو انجام میده؟ شهید لاجوردی. نمیشناسیمش. خدا شاهد خیلی زحمت کشیده. اینا رو میگیره تحت بازجویی تا جایی که انقدر اثبات میشه، کایت الله قدوسی که پیگیر پرونده رو میکنه میگه آقا بهزاد نبوی حکمش اعدامه. نکتهش چیه؟ آیت الله قدوسی هم ترور میکنه. کی بهزاد نبوی رو از زیر اعدام میکشه بیرون؟ کار رسانه ای. کی؟ کسی که باید مردم به عنوان خیلی آدم سیاسی قوی بشناسنش، کنار امام باشه، حرفش برو باشه، زندان رفته باشه، انقلابی باشه، مردم حرفشو بخونن. آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه علناً از بهزاد نبوی دفاع میکنه. این ترورها معمولاً طراحی شده و همراه یک سری برنامه‌های دیگه است. یعنی در کنار ترور اشخاص، برنامه ترور شخصیت‌های مشابه هم است. یعنی برنامه می‌ریزن یکی رو بکشن، یکی هم در کنار او بدنام کنند، برای اینکه دو کار کرده باشن. گاهی موفق میشن، گاهی نمیشن. ملت ما باید رشید باشه و عاقل باشه و جایی که مسئولان اعتماد دارن و میشناسن و اعتماد میکنن زیر بار این گونه توطئه ها نره و این بدنامی ها رو که میخوان برای اشخاص درست بکنن، اینها رو با شعور سیاسی دفع بکنن. وزیر اعدام میکشش بیرون. من میخونم براتون خطبه نماز جمعه 13 شهریور 1360. انفجار کی رخ داده؟ 8 شهریور. اخیراً شنیدم تلفن‌هایی به کار افتاده و افرادی جریان‌هایی که تحقیقاً ریشه در لیبرالیسم یا خود منافقین دارن می‌خواهند شخصیت بسیار معتبر این جمهوری آقای بهزاد نبوی را زیر سوال ببرند. این ترور دوم است. یعنی خواستن در کنار آن ترور این ترور هم باشد که اگر رجایی را بیرون کردن بهزاد را هم می‌خواهند اینطور بیرون کنند و بعد بدنامی درست کنند. حفظ شد فضای برخورد با منافق و نفوذی کی فراهم میشه؟ مردم بخوان. و وقتی هم که مردم نخوان این اتفاق
نمیفته. آقای هاشمی در تریبون و رسانه نماز جمعه تمام ذهنها رو از سمت اعدام و بررسی بیشتر پرونده نخست وزیری آورد بیرون.